بسیار خوشحال و خوشبختیم که بار دیگه با یکی دیگه از سری برنامه های پرژن وارد در خدمت شما هستیم. پرژن وارد اگر بیننده اولین بیننده ما هستیم در برنامه پرژن وارد، باید خدمتون عرض کنیم که برنامه پرژن وارد در حقیقت برنامه جدید با تفکر و ایده جدید در راستای ارتقای فرهنگ و انگیزه و ایجاد اتحاد بین ایرانیان داخل و خارج از کشور و برای ایجاد یک فضای دوستانه و همچنین با ایجاد یک نظر از هیئت داوران و همچنین نظر شما مردم عزیز در نظر داره در پایان هر یک سال به بهترین فرد در حیطه کاری خودش جایزه تقدیم کنه. امیدواریم که شما و مردم عزیز و همچنین مهمانان ما بتونن در اجرای این برنامه ما رو همراهی و همکاری کنن و تا ما بتونیم به بهترین نحو ممکن این برنامه رو جلو ببریم. امشب در خدمت یکی از دوستان عزیز، تهیه کنندگان و برگزار کنندگان کنسرت در کشور آمریکا هستیم، جناب آقای شهرام پیرعلی. آقای پیرعلی بسیار خوش آمدید به برنامه ما. امیدوارم که حالتون خوب باشه. لطفا خودتون معرفی کنین کاملتر و سلام و احوالپرسی با بینندگان ما داشته باشید. سلام سام عزیزم، انشالله که خوبی. مرسی، متشکر. افتخاریه برای من که امشب در اختیار شما دوستان عزیزتون، همکاران عزیزتون و بچه های Persian Awards هستم. انشالله که همه بچه هایی که آنلاین هستن خوبن، سلام منو بپذیرن، همچنین شنوندگان و بینندگان عزیزتون. خیلی خوش اومدین آقای پیرعلی. من تناز هستم، یکی از مجریان Persian Awards. سلام تناز جان. خب آقای پیرعلی، بریم سراغ سوالات از شما بپرسیم. اولا که خیلی خوش آمدیم مجددا به برنامه. فقط شروع میکنیم سوالات رو از این سوال که چی شد که شما به سمت کنسرت گذاشتن و تهیه کنندگی و اینجور برنامه ها رفتیم؟ مثلا چی شما رو جذب این کار کرد؟ از اول شروع کنم؟ از اول شروع کنم. در سال 1999 بچا من خونه ساز بودم و تو کار ریل استیت از بچگی که دوران دانشگاه بود فعالیت میکردم و چندین سالی که گذشت خب تصمیم گرفتیم جشن بگیریم و این جشن باعث این شد که جرقه باشه برای آمدن و شروع کار هنری من که اصلا هم پلان نشده بود، ولی خواست خداوند بود که من بتونم بیام و در موزیک کشورمون فعالیت کنم. و شروعش بر این بود که ما تصمیم گرفتیم در سپتامبر 1999 برنامه داشته باشیم. بالای های رایزی بود در اتلانتای جورجیا، خانه قبلی من، شهری که من درش بزرگ شدم. قبل از اون در نیویورک سیتی بودم در دوران بچگی و ما نقل مکان کردیم با پدر عزیز و مادر عزیز به شهر اتلانتا که این جشن باعث شد که شروع کار هنری باشه. در سپتامبر 1999 ما تصمیم گرفتیم این جشن رو بذاریم. بالای بیلدینگی بود، من حدود 100 تا مهمون داشتم و گفتیم خب حالا که جشن رو میگیریم بذار یه دیجی هم بیاریم، یه مقدار لایتینگ هم باشه و دیگه به کیدرینگ کشیده شد و دیگه یک باری گذاشتیم و بعد دنس فلوری ایجاد شد که یعنی استپ بای استپ تمام اون قدم هایی که یک برنامه گذار میتونه ورداره من داشتم خودم بر میداشتم، همینطوری که اصلا نمیدونستم چه اتفاقی داره میفته شاید. و بچه هم گفتن عالیه، همین کارو میکنیم، همون کارو میکنیم، خب مسلما زیبا خواهد بود و تو هم میتونی با دوستان و همکارانت شبیه زیبا داشته باشی. منم گفتم بچه ها sounds good, let's do this. ما این جشن رو گذاشتیم، بسیار بسیار به همه خوش گذشت، بسیار خاطر انگیز بود، انقدر قشنگ و خوب انجام شد که من داشتم به طناز عزیز میگفتم قبل از اینکه شروع کنیم که باعث شد من جوایزی رو بذارم، مثل کار زیبایی که شماها شروع کردین جوایزی رو گذاشتم. البته اون کریتیونس خودم بود، شاید ابتکار خودم بود که گفتم بذار یک چاشنی اضافه هم به این برنامه اضافه بشه که یکی از اسیستنتام رو فرستادم، ایشون رفتن. هیچ وقت یادم نمیره حدود 10 تا گیفت ما خریدیم، کادوهای مختلف بود که پسر و دخترهای در جشن میتونستن اونها رو اسم نویسی کنن
و اونها رو میتونستن آخر شب در قسمتی که ما برای دنس گذاشته بودیم برنده بشن. و انقدر این جشن خوب بود که سال بعد در سال 2000 ما اینو ریپیت کردیم. وقتی که اینو ریپیت کردیم و از اون حتی اولی هم بهتر انجام شد و مردم خیلی راضی بودن، دوستام، آشنان، همکاران عزیزم. بعد فکر میکنم چند تا از بچه ها زنگ زدن لس آنجلس به چند تا از تلویزیون ها، گفتن که چنین کسی اینجا هستش که فکر میکنیم که باید به ایشون بگید که سعی کنه اگر که میتونن شروع کنن برای ما کنسرت گذاشتن. که اونجا شروع کاری من بود که دوست عزیزم، برنامه گذار خوب و تیوی هست عزیز آقای شهرام عثمانی اونجا در تلویزیون ایران در لس آنجلس فعالیت داشتن. مطمئنم که ایشون رو دورا دور میشناسید و تلفنی بین من و ایشون قرار گرفت که باعث این شد که ما اولین برنامه رو که حالا سوال کنید بهتون میگم چجوری، ما اولین برنامه رو در سال 2001 لانچ کردیم که شروع کاری ما بود.